آمار قربانیان کرونا در 318 شهر بیش از 41700 نفر است. وزارت بهداشت رژیم اعلام کرد شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته 2102 نفر بوده که بالاترین رقم در 40 روز گذشته است. در بهبوهی کرونا در وحشت از بالا گرفتن خیزش های مردمی، دستگیری و احضار جوانان دانشجویان و هواداران مجاهدین و خانواده های آنان به احکام زندان های طولانی مدت برای زندانیان سیاسی ادامه دارد خانم رجوی بار دیگر خواستار بازدید حیط های بین از زندان ها و دیدار گزارشگر ویژه با زندانیان سیاسی شد سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز جمعه 26 اردیبهشت 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 318 شهر ایران از 41700 نفر گذشت. شمار قربانیان در تهران به 6930 نفر، در خراسان شمالی به 470 نفر، در خوزستان به 2475 نفر، در زنجان به 495 نفر، در سیستان و بلوچستان به 1230 نفر در فاس به 1025 نفر، در کرمانشاه به 990 نفر، در مازندران به 2590 نفر و در هرمزگان به 182 نفر رسیده است. با بازگرداندن مردم بر سر کار توسط خامنه ای و روحانی، شمار مبتلایان در دو هفته گذشته روند سعودی پیدا کرده و به فاجعه کرونا ابعاد جدیدی بخشیده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته را 2102 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم در 40 روز گذشته است. استاندار خوزستان گفت موارد بستری کرونا در خوزستان 60 درصد افزایش یافته در حالی که تعداد موارد سرپایی حدود سه برابر افزایش یافته است. سایدی نماینده مجلس ارتجا از دشت آزادگان گفت شرایط خوزستان در ارتباط با ابتلای مردم به ویروس کرونا بسیار بحرانی است یک چهارم آمار مبتلایان در کشور متعلق به خوزستان است متاسفانه وزارت بهداشت برای ارائه کمک به خوزستان به وعد و وعیدها بسنده کرده و ما هنوز اقدام عملی خاصی را از سوی وزارتخانه مشاهده نکرده ایم پارچه برای این کار تولید ماسک در اختیار نداریم و دولت هم پارچه در اختیارمان قرار نمی دهد و تا این حد مردم خوزستان در تنگنا به سر می برند. خبرگزاری حکومتی مهر امروز نوشت خوزستان از قعر جدول اپیدمی کرونا امروزه به جایگاه دوم صعود کرده. گویا خیز بلندی هم برای تصاحب جایگاه اولی برداشته است. در استان خوزستان کمبود آب مزید بر علت شده است علاوه بر خوزستان در سایر استان ها نیز وضعیت بحرانی است معموری فرماندار شهرستان مانه و سملغان از خراسان شمالی گفت ما فقط 32 تخت بیمارستانی داریم و بسیاری از امکانات در آن وجود ندارد بیش از یک سوم یعنی 24 کادر درمان بیمارستان پورسینا مبتلا اند. یکی از مشکلات ما نبود مراکز درمانی مناسب برای این موضوع است حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالی گفت در این شهرستان بیمارستان نیست صادق فرماندار شهرستان فاروج نیز از از ابتلای بخش اعظمی از کارکنان شهرداری به کرونا و مبتلا شدن هفت نفر از یک خانواده در یک روستا خبر داد. خبرگزاری نیروی قدس امروز گزارش کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری شدن هفتاد بیمار جدید خبر داد. این در حالی است که بسیاری از مردم اجاره بها، اقساط بانکی، هزینه های تحصیلی، خوراک و پوشاک چک بانکی و پول آب و برق و گاز را به عنوان مهمترین دلایل حضورشان در اجتماع عنوان می کنند. این خبرگزاری افزود پس از بازگشایی کسب و کارها حجم افراد مبتلا به کرونا در هرمزگان رو به فزونی گذاشت و در هفته اخیر میانگین ابتلا 60 نفر در روز بوده است این زمانی نگران کننده تر می شود که مدارس نیز بازگشایی و معلمان و مدیران به حضور در مدارس اجبار شدند. اختیاری کردن حضور دانش آموزان نیز نمی تواند خطر ازدیاد مبتلایان را کاهش دهد. در لورستان اساندار این اوسان اعلام کرد چند روزی است که تعداد مبتلاها به کرونا افزایش یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت طی 24 ساعت گذشته 110 نفر به مبتلایان به کرونا در لرستان اضافه شده است. در اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت این از لحاظ شیوع کرونا همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. در خاش فرماندار این شهرستان گفت وضعیت شیوع کرونا در شهرستان خاش رو به قرمز است. از سوی دیگر به موازات بالا گرفتن بحران کرونا فاشیسم دینی حاکم در وحشت از خیزش های مردمی به دستگیری و احضار دانشجویان، جوانان، زندانیان سابق و هواداران سازمان مجاهدین و اعضای خانواده آنها و صدور احکام زندانهای طولانی مدت برای زندانیان سیاسی ادامه می دهد. خانم مریم رجبی در شانزدهم اردیبهشت به یک کارزار بین المللی برای آزادی دانشجویان و همه دستگیر شدگان در یورش های اخیر اطلاعات و سپاه پاسداران فراخوان داد. خانم رجوی امروز بار دیگر از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر گزارشگران زیرفت خواستار اعزام حیطهای حقیقتیاب، برای بازدید از زندانهای رژیم آخوندی و دیدار گزارشگر ویژه با زندانیان سیاسی شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 اردیبهشت 1399